سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. 108 کارخانه بسته‌بندی سنگ مرمر در کشور در خطر ورشکستگی قرار دارد. صاحبان کارخانه های سنگ مرمر میگویند وزارت معدن بدون دلیل پیمان های استخراج سنگ های مرمر را متوقف کرده و آنان به کمبود مواد خام روبرو هستند. این کارخانه ها میگویند که اگر دولت به مشکل آنان رسیدگی نکند ممکن تمام کارخانه های سنگ مرمر در کشور ورشکست شده و زیان بزرگ مالی و اقتصادی را به بار بیاورد. بر بنیاد آمارها در حال حاضر حدود 80 میلیون دلار در کارخانه های سنگ مرمر در کشور سرمایه گذاری شده است. اگر مرز افغانستان و پاکستان برای طولانی مدت مسدود ماند، بالای برنامه کلان منطقه‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع تطبیق پروژه های چونکاسا 1000 و تاپی را وابسته به همکاری کشورهای دخیل می دانند و می گویند اگر این گذرگاه هرچه زودتر باز نشود، کار این پروژه ها به کندی مواجه خواهد شد. و برای بحث بیشتر حسیب رحیمی رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان اینجا با ما هستن. آقای رحیمی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سپاس از شما. سلام بر شما و خدمت بینندگان شما. علیکم سلام. آقای رحیمی چی فکر میکنید اگر مرز تورخم برای طولانی مدت مسدود بماند چقدر دقیقاً تاثیر روی بازار افغانستان خواهد گذاشت؟ برام خداوند بحث گذرگاه تورخم از سه بُعد قابل بحث است. بود اول اینکه اتکای افغانستان و اقتصاد افغانستان بالای واردات از کشور پاکستان در طول 1.5 دهه گذشته همچنان به شدت خودش باقی مانده، با در نظر داشتین که راه های بدیل بعضی کشورهای دیگه هم پیدا شده به افغانستان که اقلام وارداتی از کشورهای دیگه میایه و مواد مصرفی به داخل مارکت افغانستان عرضه میشه. خب این اتکا سبب شده که خواهی نخواهی معادله اقتصادی شکلی است که زمان عرضه کم میشه، تقاضا بلند میره و قیمت هم بلند میشه. از یک بوده که اگر به نگاه منفی ببینیم به این طرف، این بحث متاسفانه مردم افغانستان را متضرر ساخته. بحث دیگه از این بحث همکاری های منطقوی و اینکه پاکستان در تعهدات خودش پابند نبوده و خلاف مراودات تجارتی و خلاف قوانین بین المللی تجارت و ترانزیت راهایش را گرفته، به خاطر چند تا بحث سیاسی که بین افغانستان و پاکستان و یا هم منطقه وجود داره اون را بسته کرده و ای که افغانستان چقدر از این گذرگاه متضرر میشه هم بحث های صورت گرفته بالای از این و چقدر پاکستان متضرر میشه هم بحث های بالای از این صورت گرفته در گذشته ها نهادهای مختلف نظر پردازی کردن. اما یک تا دریچه دیگه که ما میخوایم وارد از این بحث شوم، بحث تأثیرات مثبت و یا ایجاد فرصت ها در داخل افغانستان به خاطر از این بند شدن گذرگاه هست. فرصت به کدام دلیل هست؟ زمانی که پاکستان گذرگاهش به افغانستان بند میکنه و یا هم مراودات تجارتیش با افغانستان بند میکنه، سبزیجات، میوه‌جات و اقلام زراعتی، مواد مصرفی، مواد تعمیراتی نرخش میره بلند. اینجا زمانی هست که هم به حکومت هشدار هست، هم به جامعه سکتور خصوصی هشدار هست و هم یک فرصت خیلی بزرگ به خاطر این است که حکومت و تاجران ملی دست به دست هم بتن تا این که در قبال از این مسئله جدیتر برخورد بکنن تا این که بتانن افغانستان از اینمی اتکای خیلی وحشتناکی که بالای پاکستان مارکت افغانستان داره، اینمی را آیسته آیسته از افغانستان امی اتکایش بالای پاکستان کم بسازن. اینا از چند دریچه قابل بحث است و از چند دریچه ممکن هست. اول اینکه حالا بیاین ما سنجش بکنیم که کدام مواد اولیه ما از پاکستان وارد افغانستان میشه و افغانستان چرا با در نظر داشت اینکه قدر منابع طبیعی و قدر سرشار از منابع هست، چرا نمیتونیم ما اونمو اقلامی را که از پاکستان وارد افغانستان میکنیم در داخل افغانستان ما تولید بکنیم؟ مثلا یک تا بحث آقای رحیمی، دلیل در اینجا چی است که ما خود ما نمیتونیم که این خب اینجا دلایلش داره، من میایم روی ازو دلایلم میایم.
حالا ببینین ما در بحث کلی در از پاکستان چی وارد میکنیم؟ سبزیجات، میوه‌جات. ما اگر زیربنای انکشاف زراعتی در داخل افغانستان به خصوص سردخانه ها در داخل افغانستان داشته باشیم، تولیدات زراعتی فصل افغانستان اگر درست مدیریت شود، در سردخانه ها درست نگهداری شود، زیربنا به خاطر نگهداری ازی باشه، ضمن ازی که میتونه 12 ماه سال تکاپو بکنه مارکت افغانستان، ضمن از او ما میتونیم ازی اقلام زراعتی که در داخل افغانستان تولید میشه صادرات هم بکنیم. بحث اقلام زراعتی است که امروز سر میوه‌جات و سبزیجات و چیزها تاثیر گذاشته، می گذر راه طور هم زمانی که بند شده. بحث دوم از این مواد ساختمانی هست. مواد ساختمانی سمنت، درست است؟ سمنت در داخل افغانستان ما سمنت غوری داریم، سمنت جبل‌سراج داریم، فابریکای سمنت دیگه داریم که متاسفانه با در نظر داشت عدم موجودیت استراتژی حمایت حکومت از سکتور خصوصی، او کارخانه ها امروز درهایشان یا بسته هست و یا هم تولید ندارن که بتونه مارکت افغانستان تکاپو بکنه. ما میتونیم با رشد از این شرکت ها و یا زمینه سازی جدید برای سرمایه گذاری های کارخانه سمنت ما بتونیم این کار را بکنیم. سابق بود که ما آرد و برنج و روغن هم از پاکستان می آمد. حالا ما راه‌های بدیل کشورهای آسیای میانه را داریم که وارد افغانستان آرد و روغن و برنج می شد. اما آقای رحیمی، در این اواخر دیده می شد که بیشتر سبزیجات و میوه‌جات از کشور پاکستان داخل افغانستان می شد و در حال حاضر ما این اموال در افغانستان نداریم و روز به روز می بینیم که قیمتش خیلی بلند میره. بازم چه خواهد شد؟ آیا ما می توانیم که بدیل کشور پاکستان پیدا کنیم، کشورهای دیگر یا کشورهای آسیای میانه، یا خیر؟ خب بعضی اقلامی است که خیلی ضروری نیست که باید داخل مارکت افغانستان شه. مثلا جرنگانه و پوخانی را که پاکستان صادر میکنه به مارکت افغانستان، ما نیاز مبرم به او نداریم. اما تا 4 ماه دیگر فصل تولیدات اقلام زراعتی در داخل افغانستان شروع میشه. تا این 4 ماه امو سردخانه ها 8 سردخانه بزرگ را که حکومت وعده سپرده بود که باید کارش تکمیل شود در طول 4 سال گذشته که هنوز تکمیل نشده، امیدوار هستیم او سردخانه ها کارش تکمیل شود و به دسترس تاجر قرار بگیره، تا اینکه سبزیجات و میوه‌جاتی که در داخل افغانستان تولید میشه اینا نگهداری شوند و مدیریت شوند که ما در سال آینده با این مشکل روبرو نشیم. اما رحیمی، تا 4 ماه ما این انبار از کجا باید بیاریم؟ خب بحث راه های بدیل هم وجود داره. قسمی که من پیشتر هم گفتم، بعضی اقلام ضروری هست که در داخل مارکت افغانستان نیاز مبرم هست که حکومت افغانستان، نهادهای حمایت از سکتور خصوصی و نهادهای حمایت از تجارت باید به نهادهای بین المللی حمایت از تجارت و سکتور خصوصی مراجعه بکنن، که مراجعه هم کردیم، شکایت های به سازمان بین المللی تجارت هم سپرده شده و بالاخره در سازمان های تجارتی و اقتصادی منطقوی هم افغانستان بحث های خودش داشته که پاکستان خلاف مراودات تمامی قوانین بین المللی تجارت همین گذرا را برای تاجران بسته کردن. خب ما امیدوار هستم که نتیجه خوب بته، نتیجه بهتر بته و ما بتانیم میره به زودترین فرصت گذرا باز شود و هم اقلام تجارتی که نیاز مارکت افغانستان است بیاید به داخل افغانستان. اما ما ایره باید همیشه مثل یک فرصت ببینیم به طرف از این مشکلی که فعلا وجود داره، چون اما معیار بین المللی هم این است که هر چالش، هر مشکل یک فرصت هست. اگر ما از طرف دیگهش ببینیم یک فرصت هست. اما افغانستان باید اتکای بیشتر بالای چابهار داشته باشد. بله. از این فرصت استفاده خواهد توانست یا خیر؟ ما امیدوار هستیم. ما همواره با نهاد حامی سکتور خصوصی افغانستان همواره در صدد ازی هستیم که سکتور خصوصی افغانستان ما سوق و ثابتیم، تا ای که برن به طرف خودکفایی شدن اقتصادی افغانستان، برن به طرف تولید در داخل افغانستان، برن با اینمی اقلام تجارتی که در نیاز از مارکت پاکستان هست برن در داخل افغانستان تولید بکنن، تا ای که اتکای ما بالای پاکستان کم شود. یک و بحث دوم که راه های بدیل ما، بهترین راهی که بندر چابهار است، اتکای بیشتر بالای بندر چابهار صورت بگیره، تا ما بتانیم از کشورهای آسیای جنوبی، از کشورهای دیگر آسیای جنوبی اقلامی را که پاکستان بر ما صادر میکنه ما وارد افغانستان بکنیم و نیازمندی مارکت مرفوع بسازیم. یک تا بحثی که ما همواره با تاجرها داشتیم و تاجرها علاقمند هستند که بیاین و بشتابن به طرف سرمایه گذاری بالای اقلامی که نیاز مارکت افغانستان است،
بشتابند به او طرف سرمایه گذاری بکنند. اما اونمون جرقی که نیاز هست که در بین تاجر ملی به وجود بیایه، اونمون معلوماتی که باید به دسترس تاجر ملی قرار بگیره، اونمون زمینه و فرصتی که تاجر ملی باید داشته باشه که در او چارچوبات خودش مسئول احساس بکنه، حمایت شوه از طرف حکومت و به اقلام بالای از این اقلام تولید از این اقلام سرمایه گذاری بکنه در داخل افغانستان، متاسفانه کمبود هست. حالا ما امروز امی ترخم یا اسپین بولدک راهش بسته شده، افغان یک تاجر میآید، شرکت تولید سمنت در داخل افغانستان جور میکنه، فردا روزی که مشکل سیاسی بین افغانستان پاکستان حل شوه، باز هم اونمو بحث است که روزانه صدها لاری میاد داخل افغانستان میشود. حالا آقای نمی، به نظر شما این که تاجر بیاید به اینجا سرمایه گذاری کنه و اونا بیشتر علاقه مندینشان بتن، چگونه برنامه ها باید ما داشته باشه؟ یک چارچوب حمایت از سرمایه گذاری، یک استراتژی که تاجر خودش در اونجا مسئول احساس بکنه، سرمایه خود مسئول احساس بکنه، آینده سرمایه گذاری خودش مسئول احساس بکنه، حمایت از حکومت در اونجا باشه. در بحث رقابت، زمینه سازی به خاطر رقابت در مارکت باید باشه. امی بحثی که پیشتر ما داشتم دقیقاً میپردازه به سوال شما. حالا اگر فردا روز مشکل ما با پاکستان حل میشه، باز هم حکومت افغانستان امو مقدار سمنت و اقلامی که در داخل افغانستان حالان که فرصت به میان آمده تولید شروع شده، آیا باز هم با اونمو منوال میمانن که اقلام پاکستانی داخل افغانستان شوه، و یا هم تعرفه های را بالای از او وضع میکنه که ما بتانیم به طرف خودکفایی بریم و تاجری که در داخل افغانستان تولید میکنه اقلام تجارتی را، او بتانه درست در مارکت افغانستان رقابت بکنه و حتی بتانه افغانستان بکشه به طرف صادراتی شدن. حالا نمونه های خیلی بارز وجود داره که در داخل سکتور خصوصی زمانی که یک مفکوره به میان میآید، زمانی که یک فرصت تجارتی به میان میآید، شتابان همه تاجران میرن به طرف سرمایه گذاری بالای از او. زمانی که وارد از او بحث میشن که بالای از او پروژه سرمایه گذاری بکنن، جزئیاتی که در مورد تهیه میشه و یا هم استراتژی ها و پالیسی هایی که در پیرامون مطرح میشه، اینجا هست که تاجر دودله میشه، اینجا هست که تاجر خودش مسئول پیدا نمیکنه، اینجا هست که تاجر آینده سرمایه گذاری خود مسئول پیدا نمیکنه متاسفانه، پس دل سرد میشه. آقای ریمی چی فکر میکنید زمانی که به گفته شما روز بیا که دوباره روابط ما با کشور پاکستان بهتر شوه، در اینجا بازم بازرگان افغان طرف پاکستان رجوع خواهد کرد یا دوباره در اینجا؟ خب ما قسمی که بیشتر برتان گفتم، این یک هشدار به خاطر یک فرصت هست. هم جامعه سکتور خصوصی افغانستان و هم حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده بکنن. باید ما بریم به طرف خودکفایی شدن. افغانستان دیگه افغانستان 5 سال یا 10 سال گذشته نیست که تمام درهای بین المللی برایش باز باشه، تمام پولهای کمکی که از نهادهای بین المللی میاد داخل افغانستان در اقتصاد افغانستان واریز شوه. امروز افغانستان افغانستانی هست که باید از درک مالیات، از درک سرمایه‌ای که در داخل افغانستان وجود داره، در اینجا باید از امکانات درونی افغانستان استفاده شوه به خاطر پویایی اقتصادی افغانستان. در غیر او صورت افغانستان تا دو سال آینده اگر قرار باشه به منوال پیش بره که اتکا بالای کشورهای دیگر داشته باشه، متاسفانه یک ضربه اقتصادی خیلی بزرگ به پیکر اقتصاد افغانستان میخوره. حالا قسمی که من پیشتر هم گفتم، پول بین المللی دیگر در افغانستان نیست. بله. درست است، هست، شاید به مقداری که در 10 سال گذشته بود نیست. امروز باید پول و امکانات درونی افغانستان استفاده شود تا افغانستان متکی به خود بسازیم، افغانستان یک افغانستان صادراتی بسازیم و افغانستان یک افغانستان تولیدی بسازیم که حداقل همون نام تاریخی را که ما بر افغانستان دادیم که قلب آسیا هست، ما باید افغانستان تبدیل به یک قلب آسیا به مفهوم تولیدی هم بسازیم داخل افغانستان. حالا اگر قرار باشه که ما افغانستان یک افغانستان تولیدی شوه، افغانستان یک افغانستان تکنولوژی شوه، افغانستان یک افغانستان متکی بر خودش باشه، افغانستان میتونه یک افغانستان به مفهوم واقعی قلب آسیا باشه، نه تنها قلب آسیا بلکه مرکز تولید و تکنولوژی در سطح منطقه میتونه باشه. امروز مثل که هندوستان هست، هندوستان ترم اینترنشنال تروریسم یا آی تی را به مفهوم اینترنشنال تروریسم یا تروریسم بین المللی استفاده نمیکنه. امروز هندوستان آی تی را به مفهوم انفورمیشن تکنولوژی یا تکنولوژی معلوماتی استفاده میکنه. ما امیدوار هستیم که با در نظر داشت اینمی وطن پرستای اقتصادی که هستند در داخل افغانستان، می تاجر ملی که امروز جان خودش به خطر منداد
میندازه، جان اولادش به خطر میندازه، سرمایه‌اش به خطر میندازه. هنوز هم در افغانستان فعالیت تجارتی داره و هنوز هم در افغانستان میخواد که فعالیت تجارتی داشته باشه. اونها کسایی هستند که اونا وطن پرستای اقتصادی هستند که میخواهند بر افغانستان و بر اقتصاد افغانستان، شکوفایی افغانستان کار بکنند. متاسفانه زمینش حالا بس اینجا مطرح میشه که آیا ما میتونیم در حال حاضر از تولیدات خود استفاده کنیم یا خیر؟ چرا ما علاقمندی کمتر داریم به تولیدات خود؟ خب اینجا دو تا بحث است. یک بحثی که هموطنای ما با تاسف گلاومیز مطرح بکنم این است که بیشتر تمایل به طرف استفاده از برندهای خارجی بله. دارن یا مو مارکهای خارجی دارن. اگر قرار باشه یک شیر وطنی باشه و یک شیر آمریکایی باشه به طور مثال، همه میرن به طرف شیر آمریکایی نسبت به شیر وطنی. یک گلاومیز است از هموطنای ما که در اینجا ببینید. حالا من میرسم سر از اون موضوع. یک تا گلایه از هموطنای ما هست که ما اگر دست به دست هم نتیم و در همچون یک موقعی که امروز پاکستان بالای ما تعزیرات اقتصادی آورده، مرز خود بند کرده و ما امروز یک کیلو کچالو را شاید به 60-70 به 100 افغانی بخریم یا یک سیر کچالو را به 260-270 افغانی بخریم و به می شکل اقلام دیگه که از پاکستان وارد میشه. اگر ما دست به دست هم بتیم و بیایم از تولیدات داخلی ما حمایت بکنیم، ما میتونیم که به یک جای برسیم. و بحث دومه که اینجا یک تا دلیل هم وجود داره که هموطنای ما هم تا اندازه حق به جانب هستن، بحث کیفیت هست در داخل افغانستان. متاسفانه بحث کیفیت اموال داخلی افغانستان چرا پایان هست؟ چند تا دلیل. دلیل اول این که زمانی که تاجر میاد سرمایه گذاری میکنه، اگر با کیفیت بالا جنس تولید بکنه، چون پالیسی حمایت از رقابت از اینا در داخل مارکت افغانستان وجود نداره، تولید پاکستانی با بدترین کیفیت میاد داخل مارکت میشه و او را به نرخ بسیار ارزان به بازار عرضه میکنه. اینجا زمینه رقابت با اموال با کیفیت که تولید در داخل افغانستان میشه محدود میسازه. بحث دوم این که بحث تخنیک و تخصص در داخل افغانستان متاسفانه کم بود وجود داره. ما در چند سال گذشته حداقل در تمامی کنفرانس های بین المللی، در تمامی بحث های اقتصاد بین المللی، ما صحبت ما و داد ما ازی بوده که افغانستان منابع سرشار طبیعی داره، منابع مواد خام داره در داخل افغانستان، پول امروز در اقتصاد افغانستان وجود داره، اما یگانه چیزی که ما ضرورت داریم تکنولوژی و تخصص هست که باید داخل افغانستان بیایه و افغانستان ببره به طرف تولیدی شدن. چپتر 12 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته افغانستان کاملا متفاوت بود. افغانستان وارداتی بود، افغانستان متکی به پروژه های خارجی بود، پروژه هایی بود که نیروهای بین المللی در داخل افغانستان وجود داشتن، پروژه بود و کار بود و تجارت بود. حالا یک پاسخ بله یک سال دیگر که اینجا مطرح میشین که آقای ریمی، اموالی که در حال حاضر از کشورهای دیگر میآید چقدر قن میتونه که با کیفیت تر باشه نسبت به اموال پاکستانی؟ خب پاکستان که یک مارکت دامپینگ تمام عیار افغانستان را جور کرده، حالا نمیتونیم تولیدات بی کیفیت پاکستان با هر کشور دیگه مقایسه بکنیم. هستند همسایه های دیگه هم هستند در پیرامونه که اقتصاد افغانستان بازیگرای بزرگتر هستند، مثل چین و ایران که در داخل افغانستان نقش داره در تمویل اقلام وارداتی افغانستان و تهیه اقلام وارداتی افغانستان. کیفیت از اونا هم پایان هست، ولی کیفیت اموال پاکستانی کاملا پایان هست. اینجا چند تا دلیل وجود داره. یک تا دلیلی که ما کنترل کیفیت نداریم. دلیل دوم این که متاسفانه یک تعداد از تاجرایی هستن که اونا جز پول دیگه فکر در ذهن ندارن. اونا در کشورها میرن و کیفیت اقلام را که به استاندارد صادرات کشورها هستن او را پایان میارن و عرضه میکنن به مارکت افغانستان تا یک قیمت پایان بیاره، ولی پس بیارن در اینجا به قیمت بفروشن. مشکلات مختلف وجود داره در پیرامون از این بحث که در چارچوبات یک بحث کوتاه نمیتونه بگنجه. انشالله که در بحث‌های دیگه باشیم. انشالله. آقای ریمی در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه اگر حرفای اخیر هم داشته باشین که ما بگیریم. فقط یک جمله میگم که مشکلات امروز ما با پاکستان مشکل کم ولی یک فرصت زیاد است. بیاین که دست به دست هم بتیم، هم مردم ما، هم تاجر ما و هم حکومت ما دست به دست هم بتیم، از این فرصت استفاده بکنیم تا اینکه افغانستان تولیدی و افغانستان صادراتی شه. خیلی سپاس حسیب رحیمی، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از اینکه در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل.
این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. نرخ مواد اولیه. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.